هفته دوباره خدمت همه شما عزیزانم. قبل از اینکه برم رو موضوع، این اشاره کنم که مام جلال به بغداد بازگشت، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق. در این 3-4 ماهی که نبود، وضع امنیتی عراق بسیار بد شده. امروز هم باز انفجار بود، دیروز انفجارهای مهیبی بود. استاندار سابق بستر رو کشتن، آقای وائلی رو، و برادرش جمهوری ولایت فقیه رو متهم کرده، کنسول رژیم رو در بصره، و گفته اینا با سپاه قدس آمدن و برادرش رو به قتل رسوندن. خود وائلی 2 سال پیش که در مسند کار بود گفت جمهوری اسلامی در صدد قتل اوست. این رژیمی که بر ایران حکومت میکنه، رژیمی که چشمهای بسیاری رو نه در ایران بلکه در خارج هم اشکبار کرده، رژیمی که در عراق مورد نفرت، اون اول اسم ایران که میمد من دیده بودم چه جور مردم استقبال میکردن از ایران و ایرانی، الان نفرت داره. باز یه اتوبوس رو زدن، یه عده زائر رو کشتن. آقا نرید، به امام حسین از دور سلام کنید، به قمر بنی هاشم از دور سلام کنید، نمیخواد برید اونجا. پول عملش رو میره اونجا، خب میخواد چیکار بکنی؟ میگم این رژیم جز نکبت و نفرت نداره. طالبانی رفته بغداد، گروه های سیاسی رو رهبراشون دعوت کرده، داره باشون مذاکره میکنه. از اون ور چه نقشی داره مسعود بارزانی، چه نقش مؤثری در ترکیه؟ رفت در کنگره حزب عدالت توسعه شرکت کرد، چه احترامی براش قائل شدن، و اونجا از آقای نیچیروان بارزانی هم مصاحبه کرده و گفته که به روزنامه از سماخ که از پیام اردوغان استقبال میکنن. نقشی دارن کردهای عراق بازی میکنن برای اینکه رابطه بین آقای بارهم ساله هم از جانب آقای طالبانی رفته بود، و اردوغان روز به روز داره اعتبار و عزتش رو بالاتر میبره، و جمهوری ولایت فقیه روز به روز ایران رو از جایگاه بالا و والایی که برخوردار بوده به مذلت و بدبختی و نفرت میکشه. همین اسنادی که در اومده العربیه دیروز هم گفتن منتشر میکنه، شرماوره، شرماوره که میلیاردهای شما داره میره خرج رژیم آدمکش سوریه بشه. دردناکه. بر کجای این شب تیره بیاویزم قبای زنده خود. آدم وقتی میبینه که اینا چه دارن میکنه، و شما فکر میکنید در عراق این همه کشته ها از گور که برمیخیزه؟ آقای قاسم سلیمانی چه نقشی داره؟ امروز دیروز تایمز یه مطلب نوشته، بله اختلافی بین قاسم سلیمانی و آقای خامنه ای شده، و خنده دار بود، اینا نمیشناسن رابطه ها رو، نمیدونن. اینا فکر میکنن مثلا قاسم سلیمانی آدمیه که سید علی آقا مثلا اختلاف نخه، دومشو میگیره مثل بقیه میزه تو سر، یا تیارش سقوط میکنه. مگه سردار کاظمی نبود محبوب ترین فرد سپاه؟ تختش رو بردن رفت. پس اینا شوخیه، با این شوخی ها نباید دم. اما اینم بگم که آقای سلیمانی در سوریه اصولا سپاه قدس کارش جنگیدن و اینا نیست، کارش فتنگریش توته است، کارش طرح قتل رفیق خلیلی رو توش مشارکت کردن، کارش آدمکشی در خارج کشوره. ولی اون که اونجا می جنگه افراد سپاه ولی امرن، افراد سپاه تهرانن، سپاه بزرگ آذربایجانن، اینان که دارن در اونجا می جنگن در کنار آدم خاران هستن. بنابراین من نکته که خیلی به اعتقاد من اهمیت داره، بله برگردم سر ترکیه که جایگاهی که امروز پیدا کرده در عصر بین‌المللی، صنعت توریسم بومینگ، تمام کشورهای اروپایی وضع توریستیشون خراب، تونس اونجوری شده، در آفریقا مصر اونجوری، ولی ترکیه بوک، تمام هتل‌ها، آنتالیا، برین جای مختلف، آب گرمش، نمیدونم، حتی قسمت ترک نشین قبرس. با آدم نباید اندوهگین بشه برای وطنش، وطنی که 4 فصل رو داره، 1000 بار بیشتر از ترکیه میتونه
جذابیت داشته باشه. و یک رژیم آدمخوار ایران رو تبدیل به این وضع کرد. باری برم سر داستان آقای علی اکبر بهرمانی نوقی ملقب به هاشمی رفسنج. حالا دلیلش هم که بنده خیلی روی این مسئله حساسیت دارم اینه که این مسئله با سرنوشت ما بسیار در ارتباطه، با سرنوشت سرزمین ما در ارتباطه و دلایل من براتون میگم. مصاحبه که محسن هاشمی فرزند ایشون با روزنامه با مجله آسمان کرده بود، حرفایی که فاطمه هاشمی با روز آنلاین زده بود، همه اینا رو کنار هم بگذاریم، شایعاتی هم که بود، تا این داستان رو براتون بگم که دیروز با جزئیاتش به اطلاع من رسید. همه شما میدونید ولی بذارید من یه ریویو تندی براتون بکنم. در قبل از انقلاب آقای خامنه‌ای اگر گرفتار میشد تبعید میشد به زندان که خیلی کم بوده، بیشتر به خاطر این بود میرفت رو منبر آوازی میخوند و روزه میخوند و یه دفعه عنان از دستش میرفت، چیزی میگفت میگرفتن. بعدم کلاس قرآن داشت در مشهد، جوانایی که میرفتن یه عده از این مجاهدین و اینا اونجا میرفتن و همین باعث شده بود که ساواک مد نظرش داشت. حالا هاشمی چی کار میکرد؟ هاشمی از سال 41-42 خیلی با آقای خمینی نزدیک شد، آدم زرنگی، متوجه شد که در پناه خمینی میتونه بالا بره. منتها برخلاف آقای خامنه‌ای، برخلاف بهشتی، برخلاف باهنر، برخلاف اینا که دوست داشتن یا مرحوم مطهری دوست داشتن مطرح باشن همه جا باشن، هاشمی زرنگ میره پشت پرده. ماجرای قتل حسن علی منصور هاشمی نقش اساسی داشت. علاوه بر این که سلاح رو به بخارایی داد، پولی که 25,000 تومان داد به مویدین انواری و اون مجموعه که اونجا بودن، بچه های حزب ملل و غیره، که خیلی پول بود اومد. هاشمی با مهندس کتیرایی و چند نفر دیگه کارشون بساز بفروشی شده بود. خانه های ارزان در تهران نو می رفتن زمین می خریدن و معامله می کردن. حالا من چجوری با ایشون آشنا شدم؟ آشنایی بنده با ایشون از اینجا بود که برادر همسر ایشون آقای مرعشی سردفتر بود مثل پدر من. این آقای مرعشی با حسین مرعشی پسر عموی خانومشون که مقام گرفت و بالا رفت و منطقه آزاد و اینا بود و وکیل مجلس، فرق داره، اینا با هم یکی نیستن. برادر همسر ایشون آقای مرعشی، اینا فرزندان مرحوم آقای آیت الله مرعشی در نجف بودن، اسماعیل بود اسم کوچکش، در حالی که این مرعشی ها اینا پسر عموی خانم آقای رفسنجانی هستن، حسین و اینا. اون آقای سردفتر با مرحوم پدر من آشنا و پدر من هم که خب خیلی از این آخوندها میمدن پیششون میرفتن میشتاختشون. این آقای مرعشی یه روز اومد در روزنامه اطلاعات و از پایین به من گفتن که کسی آمده، یه آخوندیه و یه آقای لباس شخصی، اینو میخوان شما رو ببین. اومدن بالا، آقای مرعشی اومد دست داد و گفت من مرعشیم، سردفتر، دفترم میدون ونک بس که اونجا بود و من به مرحوم پدرتون ارادت داشتم غیر و اینا. ایشونم اونجا اومد دست چیز کرد، ایشونم شوهره همشیره بنده آقای هاشمی هم دست دادی مولشست. آقای هاشمی به تازگی از زندان حکومت نظامی اومده بود بیرون. هاشمی زیاد در زندان نبود، بیشتر بیرون، و چون وضع مالی خوبی داشت سفر میکرد، ژاپن میرفت، لبنان میرفت، این طرف و اون طرف مرتب سفر. اون زمان یه آخوند پاش بره ژاپن سوشی بخوره خیلی حرفه، این میرفت آمادگیش هم داشت، کت شلوار میپوشید راه میافتاد. و
آقای مرشی ایشون معرفی کرد و گفت آقای هاشمی، و ایشون هم خیلی اظهار لطف کرد که مقالات بنده رو میخونه و در اطلاعات دنبال میکنه و خیلی علاقمنده و از اینکه من با فلسطین آشنایی دارم و ترجمه شعر فلسطین و غیره، خیلی اظهار لطف کرد. از اون به بعد دلیلم که اومدن روزنامه، آقای مرعشی به من گفت آقا ایشون بهترین منبع شماست، شما هر خبری از آقای خمینی میخواید یا به دستور میشه با ایشون شیر کنید. ما آقای هاشمی شد منبع ما. مثلا من به مرحوم مفتح زنگ میزدم راجع به نماز قیطریه، راجع به کارهایی که بعد، ولی هاشمی خبر از بغداد، از نجف و بعد از پاریس داشت. در پاریس هم که قدس زاده بود که یا فردوسی پور یا قدس زاده ازشون خبرها رو میگرفت. آقای هاشمی گاه خبرهایی میداد که خیلی جالب بود. و زمانی که زندیات دکتر بختیار نخست وزیر شد، این خبرها برای من جالب بود که به دکتر بختیار میدادم که آقا قرار این کارو بکنن. همون روزی که دکتر بختیار گفت را بیافتیم ما رو میخواست ببره با خودش، مرحوم صالحیار، مرحوم حاتفی و بنده قرار بود در کنار آقای دکتر زندیات دکتر بختیار بریم به پاریس. باز این آقای هاشمی بود که به من زنگ زد، گفت با آقای دکتر بختیار بگو یک کاری بکنن، که این آقای منتظریشون موافق بود هاشمی، که یک کاری بکنن که آقای منتظری موافقه، آقای بهشتی رو قانع بکنن، که امیر انتظام یه نقش بسیار مهمی داشت در اون زمان، که قانع. ولی بعدا معلوم شد آقای بنی صدر مخالف شدید بوده و ایشون رأی آقای خمینی رو زدن. شاید آقای یزدی هم این کارو، ولی نمیدونم یزدی، چون یزدی به هر حال تابع مرحوم مهندس بازرگان بود و بازرگان به شدت با این سفر موافق بود، برای که بگو بختیار قدرت و جاذبه ای داره که میتونه آقای خمینی رو قانع کنه. به هر حال آقای هاشمی این اخبار رو به من میده. یادم هست روزی که اینو، چون آقای صالحیار، مرحوم صالحیار نوشته در اطلاعات موجوده، در یکی از این سالگردهای انقلاب مرحوم صالحیار یه ویژه‌نامه در آورد، خاطرات سردبیر اطلاعات در روزهای انقلاب، 7-8 شماره چاپ شد، یک شماره به خصوص بخش عمده‌اش راجع به منه که چجوری صالحیار منو کشف کرد، چجوری منو دبیر سیاسی روزنامه کرد. و بعد گفت نوری‌زاده خبرای دست اول می آورد، ارتباط داشت، روحانی‌ها رو می‌شناخت، جبهه ملی با پدرش بودن اینا، و از این طریق ما خبرهای دست اول داشتیم و واقعا هم اینطور بود. ما تیراژمون زد عجیب رفت جلو. و روزی که من رفتم بهش گفتم مهندس بازرگان نخست وزیر میشه، گفت نه محال، کسای دیگه هستن. گفتم آقای صالحی اگر این خبر درست نبود، صفحه اول روزنامه نوشته اینا رو، صفحه اول روزنامه عکس منو بذارید، بگین این آدم اومد خبر جعلی و برد خواست روزنامه تا آخر عمرم راه منو به مطبوعات ببند. این خبر درست. منو کشید کنار بود توی این اتاق، گفت منبع تو تا نگی چاپ نمیکنه. گفتم منبعم آقای هاشمی رفسنجانی. گفت هاشمی رفسنجانی کیه؟ گفتم یادتونه 3-4 ماه قبل یه آقای اومد با یه آخوند پلو من نشستن؟ گفت خیلی من آخوند دیدم. گفتم عمامه سفید داشت، ریشم نداشت؟ گفت بله یادم. گفتم ایشون آقای رفسنجانی بود. گفت این کیه؟ شرط دادم براش، گفتم چقدر با خمینی نزدیکه، چجوری. و اون وقت تیتر اول ما شد بازرگان نخست وزیر. چند روز بعد که در مدرسه علوی مراسمی گذاشتن و آقای خمینی نشست و آقای هاشمی رفت بالا و پیام نخست وزیری آقای بازرگان رو خوند و آقای بازرگان هم صحبت کردن، وقتی من برگشتم روزنامه، صالحیار منو بغل کرد و بوسید و گفت شاهکار بود کاره، پس به این آقای هاشمی میشه اعتماد. و از اون پس آقای هاشمی بود که اسامی اعضای شورای انقلاب به من داد که چاپ شد. آقای هاشمی بود که اسامی وزرا رو داد قبل از اینکه آقای مهندس بازرگان اعلام بکنه، و خیلی خبرهای دیگه. بعد دیگه من از اطلاعات اومدم و رفتم امید ایران و مجله من پرتی راشترین شد. آقای هاشمی مورد سوءقصد قرار گرفت. ایرج صامتی رو فرستادم دیدنش،
در بیمارستان فکرم رضا بود در شمیران، وقت رضا پهلوی ایرج رفت و آمد و گفت چطور خودش رو نیمدن. روز بعد خودم رفتم به اتفاق یکی دیگر از همکارا، نمیدونم علی ظاهرزاده با من اومد یا نه یادم نیست، به هر حال رفتم. داستان سوء قصد رو تعریف کرد و گفت که حکایت بسیار جدیه و حسب من مورد نظر خیلی ها هست. من به شوخی گفتم آیا هاشمی، آیا حسب شما مورد نظر، اشاره کردم به بعضی ها بودن اونجا، سرش رو تکون داد و خندید. بعضی اومدن گفتن آقا این بازی خود هاشمی بود، آقا بالاخره گلوله خورده بود زهر. بعضی ها داستان ها در بردن، بله یه پاسدار جبون داشته یقش رو گرفته اون به چاقو زده، ولی آن کس که آقای هاشمی رو نجات داد همسرش بود، خانم عفت مرعشی. به هر رو آقای هاشمی در دستگاه قدرت ماند، طرح عزل بنی صدر رو اجرا کردن، چون با بودن یادهی مثل بنی صدر که خودش برای خودش برنامه هایی داشت، هدف هایی داشت و تمایل به جبهه ملی یا به میلیون داشت، حالا جبهه ملی رو نمیگم ولی تمایلی وقتی بود عضوش، یه وقت آقای بنی صدر جلو دکتر بختیار دوزانو میشه بگذره، احسان نراقی برای من تعریف کرده بعضی چیزا. بعد حضورتون هست کنم آقای هاشمی حذف کرد بنی صدر رو و عملا قدرت مدار، کارم اینجور تقسیم شد با آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود اما مسئولیت و همه کار رو آقای میرحسین موسوی، موسوی بود که به مردم بعد جواب میداد، نون و گوشت مردم رو تو دوران جنگ تهیه میکرد. آقای خامنه‌ای رئیس جمهوری تشریفاتی بود، ملکه انگلیس بود، ولی در همون مقام تشریفاتی علارغم داشتن عمامه و عبا آدمی بود که روشناندیشی نشون میداد، انعطاف داشت، هنرمندا رو جمع کرد. بارها من گفتم دو هنرمندانی مثل مرحوم عبادی، ورزنده، پایور، این هنرمندان برجسته ما تجویدی غیره، گفت که عنوان دکترا دادن که از مزایای حقوقیش برخوردار بشه. علی موسوی گرمالودی رو آورد تو دفترش، مثلا سر مرحوم اخوان خب محبت‌هایی کرد و موارد متعدد دیگه. یعنی در مقام ریاست جمهوری چه در با مقایسه با بقیه اهل ولایت فقیه چهره نسبتا مطلوبی از خودش به جا گذاشت. با آقای هاشمی هم نه دیرباز رفیق بود، زمانی که آقای خامنه‌ای اوضاع بدی داشت هاشمی بهش میرسید، البته دیگران هم میرسیدن. مرحوم دکتر اقبال 30,000 تومان حقوق شرکت نفتش رو در اختیار رئیس دفترش گذاشته بود پاکت پاکت بکنن بدن به بعضی. خب از این پولا از طریق یک واسطه به دست آقای خامنه‌ای هم و خانوادهشون میرسید، ولی هاشمی سخت مراقبه ایشون بود، میرفت پیش بعضی از مراجع، روزای نان آبدار هم میگرفت. البته مرحوم آیت الله حاج آقا حسن طباطبایی قمی ایشون هم خیلی با آقای خامنه‌ای عنایت داشتن، با حاج آقا محمود روزه های چاق و چله و نان آبدار در کرمان رو در اصفهان رو به ایشون میداد که خب هم نقدی داشت هم خوشگل، حالا خوشگل بماند دیگه کاری بهش ندارم خودتون بگید. آقای هاشمی از یک سال قبل از درگذشت آقای خمینی که برنامه از آقای منتظر رو پیاده کردن، هدف و منطقشون این همیشه صحبت شد که آقای منتظری جمهوری اسلامی رو به باد میده، دل رعوفی داره، آدم با وجدانیست، آدم با تقواییست، نمیتونیم با اون باشه آدم بکشیم، نمیتونیم دست به هرچی بزنیم، تطاول کنیم، نمیشه. منتظری زیر بار نمیشه، چی کار کنیم؟ باید عزلش کنیم. از همون ماجرای نامه های آقای منتظری استفاده کردن و آقای خمینی هم که تو شیرب ماه آخر مرده نیمه متحرک بود، احمد آقا رو وارد بازی کردن و احمد آقا برنامه ریزی کرد و این کارا رو کردن و آوردن موسوی اردبیلی رو پولی بهش دادن و وعده هایی دادن، اونم تو بازی آوردن. خب دیگه اینا رو تکرار نمیخواد بکنم،
در مجلس خبرگان آقای رفسنجانی اومد و در مزایای خامنه ای سخن گفت و چی است و چیست و این مرد کجاست و چه می رود، خلاصه کاری کرد که خبرگان آمدن و آقای خامنه ای رو انتخاب کرد. آقای خامنه ای شد رهبر، رفسنجانی هم رئیس جمهور. رفسنجانی قدرت اجرایی رو عملا در اختیار داشت، آقای خامنه ای رو در واقع محدود کرده بود، یک بودجه‌ای در اختیارش گذاشته بود بیشتر ظرفیت یا آنچه آقای خامنه ای احتیاج داشت بودجه رو داشت و آقای هاشمی ایشون رو اداره می کرد، عملا کنترلش دست خودش بود. و بعد خب در دوره دوم ریاست جمهوریش آقای خامنه ای دستگاه عریض و طویلی درست کرد، دفتر رهبر رو که 60-70 عضو داشت کرد این تشکیلات بزرگ 12,700 نفر کارمند داره و این تشکیلات رو سید علی آقا راه داد. تو دوره دوم بین اینا اختلاف شد، هاشمی اومد از نامزدی خاتمی حمایت کرد در حالی که آقای خامنه‌ای با تمام قدرت میخواست که ناطق نوری بشه رئیس جمهور. خب وقتی خاتمی رئیس جمهور شد هاشمی این امید رو داشت که حالا اینا حمایتش کنن که بتونه برگرد به مجلس و رئیس مجلس بشه. خب اون بازی انتخابات یادمونه، اصلاح طلبان در یک اشتباه بزرگ دو جبهه باز کردن علیه خامنه‌ای و علیه رفسنجانی، در نتیجه رفسنجانی رو هل دادن زیر عبای آقای خامنه‌ای. در پایان ریاست جمهوری خاتمی هاشمی گفت برمیگردن، خامنه‌ای بهش گفت نرو تو نباید بیای دوباره، ولی او اصرار کرد میام. و خامنه ای که نقشه کشیده بود تحفه آرادان رو بکشه بالا رئیس جمهور بکنه تو سر همه بزنه که من میتونم از چوب و از تحفه رئیس جمهور بسازم، کاری کرد که رفسنجانی با اون فضاحت شکست بخوره. اینجا دیگه قصه به کینه تبدیل شد، اینجا دیگه شیخنا دیگه خامنه ای رو نبخشید و این اختلاف و تشکیلات ادامه پیدا کرد تا 88 در انتخابات ریاست جمهور. از قبل هاشمی به خامنه‌ای گفته بود این بابا پدر ما رو در آورده، حکومت و مملکت رو به باد میده، بنابراین بریم از میرحسین دعوت کنیم، خوشنام دوز نیست، پیش مردم اعتبار داره، رعایت و حرمت شما رو هم میکنه. ترتیبی داد میرحسین هم رفت آقا رو دید، آقا هم پدر میرحسین رو دید که آقا رو بیارن وسط. اولم خب خاتمی اومد، بعد میرحسین. بعد از اون سخنرانیش و اخطارهایی که داد کمپین حذف رفسنجانی شروع شد. این کمپین تالا به پایان رسیده بود اگر احمدی نژاد تمرد نمی کرد و لگد نمی پرد نمی داد. لگد انداختن احمدی نژاد باعث شد خامنه‌ای بترسه، وحشت دیگه این دفعه با یه بچه چاله میدان و پاخت طرف بود، با آقای مؤدب خاتمی طرف نبود، یا با رفسنجانی که بالاخره میگه نظام بچمه، این دفعه طرف بود با یه آدمی که اگه یکی تو گوشش بزنه اون 50 میزنه فش خار مادر میده. در نتیجه ناچار نظر به راست به سوی رفسنجانی که آقا رو جذب بکنه. تمدید ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اما سلب ریاست خبرگان. این روابط در یک حالت تنش و غیر تنش، تلاش برای مصالحه و در این حال از زیرابی ضد رفسنجانی زدن ادامه پیدا کرد و رسید به اون جایی که برنامه حذف سه مرحله رفسنجانی کلید خورد. حذف سه مرحله به این معنا بود که همونهایی رو که آقای خامنه‌ای گفته بود به خاتمی، من اگه بره بخوام آقای هاشمی هست بر روزنامش و اگر سگ هار بخوام دارم، اشارش به حسین بازجو و امثال او بود. اونا رو باز کردن و گفتن پارس کنید و بگزید و پا بگیرید. را افتادن برنامه چی شد؟ اون برنامه‌ای که دیدیم توهین به فائزه، اون چیزی که راجع به مهدی گفتن، برنامه‌ای که گفتن تدارک دیده شد. رسید به نقطه‌ای که آقای خامنه‌ای دوباره احساس کرد به هاشمی نیازمند. چی شد؟
فهمید احمدی نژاد برنامه ریزی کرده، میلیاردها پول داره و در انتخابات آینده میخواد معرکه گیری کنه، داستان پوتین و غیره. خب هاشمی جان بیا سوت دلان گرده همایین، مگه از این مرتکه بده نمت؟ ولی خب بیا الان با هم دیگه هاشمی رو نرم کرد، کشیدش وسط، حتی نیم لبخندی زد و چشمکی که خیلی رفتن زیر پوست هاشمی، آقا رئیس جمهور بعدی خودتی، و تا اونجا که راضیش کردن که بچه‌هاش بیان برن زندان جلوی مردم، ظاهرن جلوی حزب الله هم بگن خب بچه‌هاش رفت زندان، و بعد بخش بعدی رو معلوم نبود چیه که همه به حیرت بودن، آیا توافق بوده یا غیر توافق. و امروز بهتون میگم توافقی در کار نبود. آقای خامنه یک بار دیگه کلک زد و این بار مسئله حسب کامل رفسنجانی الان به این وزاریات افتاده، دوباره مسئله ارز، خطر جنگ غیره. نگاه کنید در این وسط چه طرح و برنامه ای ریخته. حسین بازجو میگه بچه های رفسنجانی باید اعدام بشن. نگاه کنید به جایی برسونن که هاشمی رو به زانو بندازن، از مقام معظم رهبری تقاضای بخشش کنه. آماده باشید برای این، در این باره بازم باهاتون صحبت خواهم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. سالم در نبردم از مثل نایبی